ده تن از بازماندگان شهدا و قربانیان سه دهه جنگ در افغانستان امروز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در کابل دست به تحسن زدند. این افراد در حالی که تصاویر عزیزانشان را در دست داشتند با سر دادن شعارها علیه متهمان به جنایات جنگی و ناقضان حقوق بشر طی سه دهه جنگ در کشور از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند تا هر چی زودتر عاملان گورهای دستجمعی اخیر در شهر کابل و دیگر ولایات کشور را به محاکمه بکشانند. این افراد با صدور یک قطعنامه هفت‌ماده‌ای از دولت افغانستان خواستند تا هفتم و هشتم ثور را به عنوان روز گمشده ها نامگذاری کند و به خاطر بزرگداشت از شهدای گمشده یک منار یادبود اعمار گردد. این افراد که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهد، با در دست داشتن تصاویر از عزیزانشان و دست نوشته های آوی شعارهای ضد ناقضان حقوق بشر و متهمان به جنایات جنگی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در کابل خواهان رسیدگی به حقوقشان از سوی دولت افغانستان و سازمان ملل متحد شدند. آنان می گویند در حالی که عاملان این کشتارها همین اکنون در رده های بالای دولت افغانستان موجود هستند، نه دولت و نه هم سازمان ملل متحد برای محاکمه این افراد تلاش نمی کنند. این توهین بزرگ به خون از شهیدای پاک ماست، توهین بزرگ به استخوان‌های شهیدای ماست که قاتلین که اینا را به شهادت میرسند امروز هم به حاکمیت مردم ما به سرنوشت مردم ما اینا حاکم هستند. ما به خاطر مامای ما آمدیم که کی کشتن قاتل از یا کی بودن یا باید کشته شود ادام شوند. ما از دولت خواهان هستیم تا اینمی زورمندایی که امروز به قدرت نشستن در چوکی پارلمان نشستن باید نام محکمه شوند. در امین حال علیم صدیقی سخنگوی دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل در دیدار با نمایندگان این افراد حمایت سازمان ملل متحد از این افراد را اعلام کرد و گفت هر کسی که در افغانستان در جریان جنگ ها آسیب دیده باشند باید به حقوقشان رسیدگی صورت گیرد و ای گفت این افراد حق به جانبند و باید احاده حیثیت گردند. همچنان وی علاوه کرد به طور جدی باید برای محاکمه عاملان کشتار اعضای خانواده های این افراد تا سه دهه جنگ در کشور تلاش صورت گیرد. First and foremost, we share the demand that we are seeing today from the families of the victims for justice. تقاضایی که از جانب تمام کسایی که در اینجا آمدند و به خاطر انصاف و عدالت تقاضا کردن، ما با اونا شریک هستیم و چیزی را که اونا میخواهیم ما از اونا حمایت میکنیم. و اصل در یک کشور تنها زمان تأمین شده میتونه که حسابدهی کامل بر تمام سوء استفادهایی که در گذشته در کشور صورت گرفته باشه بمیان بیاد. دفتر یونما در کابل میگوید هیئتی که به منظور تحقیق گورهای دستجمعی به کابل آمده است تلاش دارد تا عاملان کشتارهای دستجمعی را شناسایی و نتیجه تحقیق را به سازمان ملل متحد و دولت افغانستان پیش کنند. این افراد در حال دست به تحسن میزنند که تا یک ماه گذشته دو گور دستجمعی در شهر کابل کشف شده است. گفته می شود در این گورها که به دوره جنگ های تنظیمی در شهر کابل تعلق دارد، صدها تن زنده به گور شده است. تا سه دهه جنگ در افغانستان ده ها هزار تن کشته شده و هزاران تن دیگر ناپدید شدند که تا هنوز اعضای خانواده های آنان در جستجوی عزیزانشان هستند.